سلام به همه طرفداران پاپ کورن تاک خوش به قسمت 109 برنامه من آرنازر از صبح لاس و دقیقا در اون سمت دنیا من هم همه جزان ایکوفر هستم خوش اومدید به قسمت جدید قسمت 109 توی این قسمت کلی فیلم قراره که دیدیم بررسی بکنیم و Uh, موضوع این هفته ای که قرار صحبت بکنیم در مورد جنگ جهانی دوم توی سینما هست این که چرا من دوست دارم اینجور فیلم ها رو و چرا آرنا زیاد باشن ارتباط برقرار نمیکنه و uh, یه خبری که هفته پیش دادیم گفتیم حالا قراره یه قسمت ویژه داشته باشیم دو قسمت بعد که میشه در از قسمت بعدی قسمت خیلی خفن خواهد بودش که قسمت به مرسبت قسمت 110 پادکست ده همه هست. من آرنا ده کارگردان مورد علاقهمون رو معرفی بکنیم هر کدوممون از تنسیج هفته بعد کامل قسمت ویژه داریم در مورد ده کارگردان مورد علاقه من هر کدوم و فیلمی حالا نخواهیم دید یعنی ریویو نخواهیم کرد اون هفته شما هم توی کامنت ها حتما ما بگین که کارگردان های مورد علاقتون کی هستش اون قسمت ما هم بررسی میکنیم میخونیم کامنت های شما رو که کیا رو معرفی کردید و فیلمی که این هفته قراره بررسی بکنیم، Everything Everywhere All at The Lost City، Operation Mincemeat، بین جان مالکوویچ، رومان پلونسکی، فیلم ممور، Love، Death and Robots. Robots. Uh, این فیلم ها بررسی می کامنت بیخونیم و بعدم میمیم سراغ بحث این هفته ما قبل از اینکه شروع بکنیم، یه خبر خیلی خفنی اومدش چند روز پیش uh, که مثلا شما هم خیلی احتمالاً علاقه مند خواهیم فیلم جوکر جدید جوکر دو معرفی شدش یعنی تایید شدش که تاد فلیپس توی اینستاگرامش معرفی کرد و اسم فیلم فولی ادو اگه اجتماع نکنم هستش که در مورد یک مریضی روانی هستش که هر گونه مریضی روانی که از یک فرد دیگه به یک فرد دیگه دیگه انتقال پیدا کنه هستش اینجوریه فقط عکسی که گذاشته بود عکس از صفحه اول فیلم نامه بود و عکس واکین فینیکس بود که داره میخونه پس چه واکین فینیکس برمیگرده چون که دو خواهیم, خواه... خواهیم دید و دوباره خود تاد فلیپس و اسکات سیلور نویسنده های فیلم نامه هستن که فکر میکنم <laughs> اسم فیلم خیلی جالب هستش و خاطر اینکه که قشن کلا جوکر ای یک هدفشون این بودش یه فیلم هنری بسازن تو دو فیلم دوم دو هم سابتایتل فیلم کلمه فرانسوی استفاده کردن من نشون باز میخوان همون فاز هنری رو نگه داریم و تئوری زیادی میشه داد من فکر میکنم چون اون زمانی که جوکر یک اومده بود یه چند ماه بعدش از یک سورسی که اون سورس اتفاق قبل از اینکه جوکر یک بیادش خیلی از موارد داستان رو گفته بود و خیلی منبع قبیه هستش این احتمال وجود داره که این جوکر واکین فینیکس جوکر اصلی نباشه و کسی که جوکر واقعی توی دنیای مثلا جدید دی سی هست رو تحت تاثیر قرار میذاره و اون دنبال رو این هست و اگه ساب تایتل فیلمو در نظر بگیریم بعید نیست اون باشه یا میشه در مورد هالیکوین باشه یا میتونه در مورد دوگانگی شخصیت اینا باشه که در مورد این قضیه داره صحبت میکنه ولی در صورت نظر چیه آیا به خوب هست ادامه ساختن برای جوکر و به نظرت های موفق میشه و فکر کنید داستان کجا بره بهتره به این یه فلش بک زدم به چند سال پیش که در مورد جوکر اول صحبت میکردیم با هم دیگه <تصفح> به این نمیدونم من خیلی در حال حاضر اشتیاق ندارم به خاطر اینکه جوکر چی میگن جوری ساخته نشد که نیاز به دنباله داشته باشه تموم شد فیلم ولی من نمی... نیاز مالی داره <applause> <applause> لحاظ مالی نیاز نداره انقدر اون فیلم براشون موفق بود که فکر کنم تات که سال مثلا فکر کنم چهار نسل بعد تات هم دیگه نیازی به پول نداشته باشن ولی من تنها چیزی که الان برای من خیلی جذابه اینه که میخوام ببینم چه جوری میخوان داستان رو ادامه بدن یعنی که الان ادامه مسیر قرار ادامه یک باشه یا اصلا قراره بین یه داستان خیلی که مجزا بخوان تعریف بکن که من به خیلی سخته همین که بخوای یه فیلم بسازی به کیفیت و خوبی اولی و مردم هم به اندازه اولی دوست داشته باشن حالا نمیدونم باید دید چی میشه امیدواریم که مثلا این گاتفادر دو باشه. <applause> مثلا احتمالا گادفادر یک بوده اون زمان تو روزنامه داشتم میخونده آره that's a نه بسازن دو رو بعد دو اومده <applause> آره دیگه این از اون سیکول هایی بشه که موفق میشه آره این از جوکیر تو فعلا فقط در این حد اطلاعات من بریم سراغ فیلم هایی که دیدیم شروع بکنیم با, با یه فیلمی که پرفروشترین فیلم کمپانی A24 هستش من آرنا خیلی A24 رو دوست داریم یه قسمت ویژه در مورد فیلم های مورد علاقه از کمپانی A24 رفتیم به تو قسمت قبلی ببینید و این فیلم به تازگی پروفوش در این فیلمش شده خیلی بازخورد و قوی از منتقدین تماشاگره و فیلم 124 همه آی ام دی وی هم هستش ما کلی کنجکاو بودم فیلمو ببینم و خصوص که آرنا هم دیده بودش و فکر دوست داشتی فیلمو و متاسفانه من این فیلم اصلا دوست نداشتم من در گروه خیلی کمی از آدما قرار میگیرم که این فیلم دوست نداشت <applause> <applause> و این اعتراف میکنم که نصف بیشتر رو دیدم فیلم رو دیدم و دیگه واقعا نستستم تعمل کنم از جهاتی فیلم خیلی تی... همه جا جامپ میزد که اصلا کلا ماهیت این فیلم هستش همه جا هی مدام از یه بخش در میومد یه بخش دیگه و این واقعا برای من اذیت کننده شده بودش به من اصلا است انگار که تمرکز از روی شخصیت ها برداشته شده بود و وارد اون قضیه میشیم که من همیشه میگفتم زیاد در مورد انیمه ها دوست ندارم و کلا حالا انیمیشن های ژاپنی اینی که خیلی روی پلات اهمیت میدن خیلی به ساختار اهمیت میدن تا شخصیت ها و شخصیت پردازی و فکر میکنم این, این, این فیلم برای من این شکلی بودش که زیاد نمیتونستم با شخصیت ها ارتباط برقرار کنم و تا میخواستم چیز در موردش رو ببینم فیلم خیلی هیت همیشه سعی داشت عجیب باشه کیفیت داره جلوه بسری فیلم برداری و نوع کلن این واقعا everything everywhere all یه انیمه است به نظر من که خیلی در بسطه لایف اکشن داره روایت میشه و اون کیفیت خیلی قفن نمایش مثلا صحنه اکشن ترانزیشن های جالب و اینا خیلی نوآوری های جذابی توش وجود داره ولی در کل من ارتباط برقرار نکردم و میدونم که در اقلیت هستم <applause> همین این قضیه که داری میگی یه قضیه یه که من توی مثلا این 7 8 ماه اخیرم خیلی بیشتر هی hey دارم ازت میشنوم احساس میکنم صبر و تحملت برای فیلم خیلی کمه کم شده و از خیلی سریع فیلم ها رو دراپ میکنی میندازی چرا اینجوری شده همین یعنی مثلا چی شده که به یه فیلم بیشتر از نیم ساعت زمان نمیدی واقعا وقتی میگذره چند تا مورد هستش میبینم که مثلا نیم ساعت گذشته و هنوز من ارتباط برقرار نکردم و من از این آدمایی نیستم که مثلا میگن که یکم کم صبر کنی مثلا از ساعت فلانش خوب میشه یا مثلا سریالی هستش که به بده من اون آرتیست باید همون اول استیون یه حرف خیلی بالی میزنه میگه که نوع کتاب خوندنش میگه اگر توی صفحه اول نویسنده من جذب کنه من اون کتاب ادامه میدم اگه نه مهم نیست که بهترین کتاب دنیا میذارم کتاب کنار و <تصفح> نه حالا شاید مثلا نیم ساعت 45 دقیقه اینجوری هستن چون واقعا مثلا نیم ساعت بر من نزدیکی یک ساعت شاید یک ساعت خورده ای دیدم واقعا دیگه نمیشه اصلا خسته کننده و هی هم جامپ میزنه گفتم میتونم می برم یه فیلم خیلی بهتر ببینم میتونم برم یه بازی برم و اصلا صبر شدش اینا بعد این وسط اشاره بکنم که آرنا منو وارد تله الدن رینگ بازی کردن ناکه یکی از بازی هست که صبر بسیار زیادی هم میخوادش و من خوب رفتم نه نه آره من کلا تلاش دارم میکنم تا خور صبورتر رو کنم من اینجور مسئله ولی ببین در مورد اون فیلم اینکه تو میگی جامپ میزنه جام زدن ماهیت اون فیلمه و بعد از شاید مثلا همون نیم ساعت چل دقیقه ذهن من بیننده از نظر درک کردن سرعت جامپ زدن ها اون ریتم جامپ زدن ها من با اون کلا دیگه هماهنگ میشم اوایلش سخته ولی هماهنگ میشه آدم ولی از اون دسته فیلم هایی که به نظر من شبیهش خیلی کم ساخته میشه کلا چند تا فیلم مدلی هستن همه تکرار هم دیگن و چیزهایی که باعث میشه من از این فیلم خیلی خوشم بیاد ازش حمایت بکنم اینه که یک به نظر من داستانی که میگه داستانی که خیلی کلیشه نیست شبیهش کمه دو نوع روایت داستانشم به نظر من خیلی باحاله و مجموعا همین یه تو مثلا میگی شخصیت ها خیلی پرزش نمیشن پردازش میشن ولی آروم آروم آرومه و هرچی که جلوتر میری اون جامپا شروع میکنن بیشتر میکسنس سنس بکنن که آه اینا دارن به رو ارتباط پر ارتباط باهم پیدا میکنن ولی در کل از اون فیلمایی که من کاملا حق میدم یعنی کسی شاید خوشش نیاد میتونه دلیل زیاد داشته باشه برای خوشش نیومدن ولی برای من واقعا هنوز بزرگترین سورپرایز ممکن اینه که چطور یه فیلمی که انقدر از این این نظرات مختلف این دلایل مختلف انقدر متفاوت ساخته شده انقدر طرفدار داره من من فکر میکردم این از اون دسته فیلم های A24 باشه که مثلا کلند باکس آفیزش یه میلیون هم شاید نشه ولی خیلی موفق بود آره من واقعا منکر این نمیشه و خیلی خوشحالم که واقعا دم ایتونی فور گرم حتی فیلمی که من زیاد باشه برقرار بر ارتباط برقرار نمی کنم یه فیلمی هستش که خیلی خوشحالم که ایتونی فور اجازه میده همچین فیلم متفاوتی ساخته بشه و دو میفهمم که بقیه چرا حال میکنن با فیلم و کاملا چیزی که من نسبت به این فیلم دارم سلیقه ای هسته شاید مثلا من, من یکم روند آروم تری و دلم میخواسته کم استیبل تر دلم میخواستش و کلا با سوژه و دنیای فیلم ارتباط برقرار نکردم کاملا میتونه سلیقه ای باشه ولی آ... تو پیشنهاد کردی این فیلمو من اگر مثلا چیزایی که تعریف کردم شما زیاد حال نمی پس در نتیجه شما هم احتمالا زیاد خوشتون نمیاد از این فیلم ولی آ... یکی از پرسر سر این فیلم های امسال هستش تو این فیلم چند داده بودی اون موقع؟ هشت یا هشت آه امتیاز خیلی واله من به این فیلم شیش میدم و این از Everything Everywhere All At Once 2022 بهش شاقه یه فیلمی که من ندیدم <laughs> دلیل ندیدن این فیلم این بودش که هی فرصت نمیشه بعد یه تایمی درست میکردم این فیلم رو ببینم و در نهایت هی داشتم فکر میکردم آه یه فیلم اکشن خانوادگی قرار ببینم و زیاد این قضیه جذاب نمیکرد گفتم آرنا دیگه چیز دیگه دختر داره دیگه مزدوج میره میشینه با هم دیگه زوجین میبینن من مزدوجم جدید بودین نه من مزدوج مزدوج غیر ثبت شده هستی لاست سیتی لاست سیتی مال نیه ادم ان آرون نی من پوستر این فیلم دیده بودم و تریلرش هم دیده بودم و کلا اون بحث همیشگی که تو ذهن خودم تصور میکردم قرار خیلی از این فیلم بدم بیاد مثلا یه حس و حال یه فیلم اکشن کمدی لوس رو به من میداد ولی جالبیش شمیدین بود که به نظرم انقدر نوع کمدیش به جای اینکه بیشتر بیاد یه چی میگن یه آینه ای از اتفاقات جامعه آمریکا یا کلا اتفاقات جامعه روز باشه بیشتر ما در داستان مجزا 700 اینا برای من خیلی باحال بود داستانش در مورد داستانش در مورد یه خانومیه که بازی سانرا بولاکه که این خانوم اه... چی میگن درسی که خونده در مورد کلا تاریخ شناسی و اینجور چیزها ولی الان شروع کرده رمان نوشتن خب و... و کاراکتری که کاراکتر مثلا مرد قضیه یه مردم که مدل کاور کتاب باشه مثلا کتابای رومانتیک می نویسه. این مرده عکس رو اون کاور است و سر یه سری اتفاقات این خانم دزدیده میشه که تو توی جزیره ای این مرده واقعا باور داره که به خاطر اینکه همیشه عکس کاور و عکس قهرمانه واقعا قهرمانه میاد که نجات بده اینو خیلی احمقان است نویس سوژهش ولی خنده داره. یه سری اتفاقات خیلی خنده دار داره به نظر من کمیستری که بین این دو نفر به وجود میاد توی داستان اکثرش هم کمدی فیزیکاله به اینکه کمدی کلامی باشه چیزایی که مثلا هم یه خود منو میخندون یه تیکاش. ببین ولی همین اگه کسی مثلا بخواد این فیلمو بیاد از جنبه فلسفی نگاه کنه این, <تصفي> این فیلم, هیچی نداره هیچی نداره. این فیلم این فیلم واقعا ساخته شده برای اینکه یکی دو ساعت چی میگن ذهن تو شات داون بکنی و بشینی مثلا یه فیلم نگاه بکنی واقعا هدفش همینه ولی به نظر من تیکه های کمدیش تیکه های اکشنش که نسبتا کم هم هستن اینا خوب در اومدن و اون حالا توی تریلرش هم گذاشتن این سپایل نیست یه تیکه نسبتا کوتاه داره که برد پیت تو داستان میاد به نظر من خیلی باحال حالا اون تیکش براد اتفاقا این تیکه اینجایی که داری صحبت نکنی من این تریلرش ای داره اینجا پخش میشه دارم میبینم و برد پیت دقیقا زمانی که گفتی برد پیت اومدش اینجا رو دیدم ولی فکر میکنم یک حالا نگاهی متفاوت به سبک و سیاق فیلم ایندیانا جونز باشه ببین ناکن اگه بخوای ایندی... ایندیانا جونز همین خیلی هدف داره توش خب ایندیانا جونز مثلا ایندی موقعی که میره یه چیزی رو کشف بکنه معمولا اتفاقاتی که اون زیر هستن یا داره یه چیزی در مورد اجتماع میگه در مورد تاریخ حرف میزنه یا دو... یا میخواد مثلا نظرش رو در مورد یه قسمت هایی از جهان توضیح بده این فیلم همین این فیلم در مورد همین دو تا کاراکتره من اگه بخوام مثلا انتقاد بکنم اه به غیر از همین دوتا کاراکتر اصلی کاراکترهای بقیه فیلم مثلا کاراکتر بد داستان تک بودی اصلا کاراکتر مزخرفیه خب ولی هدف همین بودن همین اصلا نمیخواستن خیلی قضیه رو جدی بکنن ولی در کل یه فیلم سرگرم کننده است و منی که معمولا این ژانر کم فیلم نگاه میکنم بعد از یه مدت این فیلم از این ژانر فیلم دیدم و خوب بود یه, نفس تازه کشیدم بالاخره چند میدی به فیلم به فیلم میدم هفت یعنی ما به این جا داره که واقعا صحبت کنیم از سندر بلاک که چقدر بازیگر خوبی است و فکر میکنم دیگه اول سوپر استار مثلا سینمای اونور سندر بولاک باشه چون هر فیلمی که بازی میکنه یا فروشش فوق است یا اگر مثلا روی نتفلیکس این هستش بالاترین ویو رو داره و به تام کروز دنیا بانوان در سینما کلن سندرو خیلی. خیلی سندرا از راجع به کلا ساندرا چیه خیلی خانم دوستا ببین ساندرا به غیر از اینکه فیلم اکشن زیاد بازی میکنه و برای اینکه بتونه فیلم اکشن بازی بکنه خیلی تلاش میکنه که بدنش خیلی خوب نگه آماده نگه داره ساندرا بازیگر خیلی خوبی هم اصلا خیلی دقیقا یعنی ف... یعنی من من از همون بود <تصفح> من از بود بازیگری در صحبت میکنه ببین در مورد ساندرا <تصفح> چون آقا این حرف چیزی که خیلی میزنم مثلا میگن که ساندرا مثل دوین جانسن میمونه مثلا, مثلا دراک. نه. ولی نه اینی که طرف بلاک باستر بازی میکنه حتما دلیل این نیست که بازیگر بدیه کسایی که فکر میکنن بازیگر خوبی نیست برن گراویتی رو نگاه بکنن کسی که آلفون، فیلم آلفاس و کوارانو آره این از The Last City بدون شک فیلمی هستش که احتمالا برگرم خواهید شدش و شرایطش رو پیدا نکردم <تصفح> بریم سراغی فیلمی که من دیدم و شما نیدید به نام اپریشن مین سمیت هستش از جان مدن هستش جان مدن فکر کنم اگه اشتباه نکنم یک لحظه من اینو مطمئن بشم بهتون بگم که چیزی دنگ. درست درست شیکسپیرین لوف رو ساخته بوده و دیت رو ساخته بود um, فیلم در زمان جنگ جهانی دوم اتفاق میفته حالا این فرست بازی کرده اینا آقا این معمولیت رو بگم این اپریشن مین سمیتی که از uh, محبوب ترین معمولیت ها زمان جنگ جهانی دوم برای من هستش در فقط بگم چون یکی از دلایلی که من این, این, معمولیت خیلی دوست دارم اینی که واقعا یک غیر ممکن ممکن شدش و یه جورایی دومینویی باعث شدش که خیلی موفقیت بزرگ توی جنگ جهانی دوم باشه برای متحدین و اینی که تصمیم میگیرن که یه جوری دولت انگلیس هیتلر رو گول بزنن که اینا میخوان حمله بکنن به یونان که در نتیجه ایتلر نیروهاش رو ببر سمت یونان و اینا حمله بکنن به ایتالیا و ایتالیا رو بگیرن برای اینکه گولش بزنن چیکار میکنن باید یه ج... توی یه مدت کوتاهی یه جسدی رو پیدا بکنن ام... که غرق شده باشه و قیافش هم خیلی نوبل باشه و همه چه اوکی باشه و تازم باشه جسدش که لباس نظامی تنش بکنن یه نامه ای در مورد یه معمولیتی که میخواد به یونان حمله بکنه توی جیبش بذارن شخصیت تخیلی برش درست کنن اکسی زنی رو که انگار زنش یه نامه از زنش درست کنن اینجا جسد رو پرتش کنن توی دریا به این امید که آب دریا اینجا ببردش سمت ساحل ایتالیا اینا پیدا بکنن و اون هر کسی که تو ساحل پیدا کرده به وقتش دقیقه این تایم مثلا چند روزه باید باشه اینو پیدا کنه اطلاع بده به ایتالیا ایتالیا اطلاع بده به آلمان بعد همه باورشون بشه اینا که نیروها رو ببرن و کمال تعجب تمام این ایف ها و غیر ممکن ها شدنی میشه و یکی از دلایلی که میتونن ایتالیا رو بگیرن همین عملیات بوده خیلی جذاب هستش داستان یعنی واقعا مستندهای زیادی توی یوتیوب از هستش ازش برید حتما بخونید ولی فیلم خیلی فیلم ضعیفی بود در قیاس با بزرگی این ماموریت دلایل اصلیش هم اینه که فیلم ملودراما شده بودش و خیلی در مورد رابطه احساسی مثلا کسایی که این پشت این ماموریت بودن با هم بودش و جایی تمرکز میکردش که اصلا هیچ اهمیتی برای داستان نره و یه جایی از داستان رو نمیگفت جایی رو میگفت که نظر من خیلی بیهوده بوده یه عبر داستان جاسوسی خفن وجود داره و شما تمرکز کردین که مثلا یکی از این افراد پشت این معمولیت عاشق اون یکی شده در نتیجه خیلی به نظر روی درامای بیهوده تمرکز تا روی این معمولیت به این بزرگی مثل اینکه مثلا نمیدونم دانکرک دارکس اور رو بیاری در مورد مثلا دوتا شخصیت مثلا نه چندان مهم و شاید داستانی کلیشه ای تمرکز کنید تا بیشتر روی داستان اصلی باشه و ریتم فیلم خیلی کند هستش و یک سری از سکانس ها من واقعا تعجب میکردم که چرا خوب داره این سکانس چه چیزی بخشی از دا داستانه داره جلو میبره ولی شاید هم دیگه دلایلش این باشه که من خیلی این ماموریت رو دوست داشتم و اون نگاهی که همیشه به این ماموریت داشتم تو ذهنم ساخته بودم خیلی چیز بزرگی بودش و واقعا خیلی یعنی انگیزشی هستش به نظر من این ماموریت توی ذهن که واقعا در زمانی که فکر می‌کنید غیر ممکن هستش هر چیزی چرچیلی حرف جالبی میزه تو همین ماموریت هم اتفاقا هستش میگه که هر چقدر که نقشتون غیر ممکن باشه بعد بیشتر مطمئن بشین که وی باشه در نیزه خیلی اصلا کلا توی بنازن تصمیم های زندگی هم تأثیر گذار و الهام بخش از چنین چیزایی و ای فیلم به اون قدری که من توی ذهنم در مورد این حادثه تاریخی فکر کرده بودم قوی نبودش ولی به اگه برید مستند ببینید بهتره اگر نه ندید به بهتون میگم اموریت چی جوری بودش این اپریشن بین و یک 2021 امتیازی هم که من بهش شیشون نیم هستش همین بعدا تو باید برای کسایی که کلا سوژه جنگ جهانی دوم خیلی دوست دارن یه سری مستندی که قبولشون داری رو معرفی بکنی شاید این کمک بکنه به کسایی که علاقه دارن برن ببینن و چیزهای خوب دستشون بیاد آره فهم کنم ایده خوبی باشه بعد لیستشون کنم چون خیلی زیاده و متاسفانه زیاد اسمشون هم نمیدونم واقعا آخری مستندی که داشتم میدم خیلی عجیب بود در مورد. ما... مستند نبودش یه ویدیو اسایی بودش در مورد فشن اه... ناتزی ها توی جنگ جهانی دوم که چه تاثیر روانی روی این فشنش بودش و چرا انقدر استایلیش بودن خیلی ویدیو جالب بودش احتمالا بزنید ناتزی فشن مثلا همچی چیزی میارد اوکی این من آپریشن منسپیت در مورد جنگ جهانی دوم بودش بیم سراغه یه فیلمی که من خیلی قدیم دیدم یادم این فیلم وقتی که که از کارگرده میرفتم با استادمون مجبورم که ببینیم دیدم اما زمان خیلی دوست داشتم این از اسپایک جونز هستش کارگردان مورد علاقه آرنو و از چارلی کافمن بزرگ نویسنده و یه فیلمی هستش 1999 که اسمش خیلی عجیب هستش بین جان ملکویچ و جان ملکویچ بازیگره خودش هم تو فیلم هم بازی کرده که متاسفه من داشتم فیلم کم زیاد در مورد فیلم یادم میست جز سیکانس ها ولی آرنو یه ریفرشی بکن حافظه ما رو و توضیح بدی که نظر راجعه فیلم چی بودش گفتی سپایک جونز کارگردان مورد علاقه من سپایک جونز جز 25 تا کارگردان مورد علاقه منه جز 10 تا نیست ولی جز, 25 تا هست داره داستان این فیلم یعنی من خط داستان رو توضیح میدم این داستان از ذهن مریض و جالب چارلی کافمن اومده بیرون داستانش در مورد چیه داستانش در مورد یه مردیه که عروسک گردانه توی نیویورک ولی کار نداره و به اجبار زنش تصمیم میگیره که بره یه کار اداره قبول بکنه یه کاری که اصلا نه به روحیش میخوره نه به مثلا کلا تواناییایی که داره توی اون اداره یه, یه گوشه یه دریچه ای رو پیدا میکنه که دریچه رو باز میکنه دریچه دریچه به ذهن بازیگر جان ملکویچ خب <applause> یعنی از تو آفیس این میتونه بره تو ذهن جان ملکویچ بازیگر رو که اون داره چی کار میکنه چه خبره اون تو و توی این آفیس هم که هستش با یه خانومی وارد رابطه میشه که این خانوم به غیر از اینکه خیلی خانوم مثلا زیباییه و خیلی خانوم جذابیه بسیار, بسیار کاراکتر پر انرژی و بسیار کاراکتر چی میگن کلا یه چیزیه که اینو خانومش نیستن اینو همسرش نیستن و این شخصیت زن توی آفیس باعث میشه که هم خود این شخص عروسک گردان هم همسرش عاشق این بشن همزمان کلا همین ستینگ کارای چارلی یعنی کسی که چارلی کافمن رو نمیشناسه خوش اومدید به دنیای چارلی کافمن چارلی کافمن اینجوری مینویسه جزء معدود, نوی... معدود فیلم نام نویسای دنیای هالیووده که کاراش به غیر از اینکه حالا از در مورد مسائل فلسفی و در مورد مسائل روانی و اینا خیلی زیاد توشون میشه چیز میز پیدا کرد ولی همیشه یه تم کمدی خیلی جالبی هم توشون داره حتی کارهایی که نسبتاً تلخ و تاریکن ما یکی دو سال پیش یکی دیگه از کارهای چارلی کافمن رو اینجا بررسی کردیم Uh, I mean, it's a film already. Uh, I'm thinking about ending things. I'm thinking about ending things. یکی دیگه از کارهایی که چارلی کافمن فیلم نامه نویسشه. ولی چارلی کافمن تنها کارگردانشم ج... تنها جایزه آرگردنشم. ای که تا حالا برده، تنها اسکاری که تا حالا اسکار میگیره که مهمترین جایزه ای که برده برمیگرده به فیلم نامه Eternal Sunshine of a Spotless Mind. کار اون کارم میشل گوندریه. در مورد این این فیلم همین من داشتم فکر می کردم که چه کسایی چه کارگردانایی توانایی این رو دارن که فیلمنامه چروچت چارلی کافمن رو به تصویر بکشن و قطعا یکی از اون کارگردان های سپایک جونزه سپایک جونز به خاطر اینکه از دنیایی میاد که هیچ وقت بر پایه چی میگن خیلی اصولی نبوده که خالق جهکسته کسی که جزء آدمای اصلی فیلم جک جگ... کسی که هرو ساخته کسی که عاشق اینه که بیاد تجربیات مختلف داشته باشه و هیچ وقت هم ترسی نداره از شکست خوردن این کارگردان به نظر من بهترین شخصیه که بیای مچش بکنی با چارلی کافمن این کار یه کار اه... کمدی دراماه که خب از سال 99 هم اومده و کسایی که تنز دهه نود رو اگه مثلا یادشون باشه تنز دهه نوت فقط تنز سطحی نیست معمولا دلشون میخواست یه حرفی اون زیر بزنن در مورد مسائل مختلف حرف بزنن شخصیت های خوبی توش دور شخصیت به یاد موندنی درست بکنن این فیلم جزء اون دسته از فیلم هست. به نظر من یه کاریه که موقعی که این کار رو ببینی میگی که این فیلم شبیهش هیچی من فکر کنم ندیدم تا حالا و از اون برم انقدر عجیب غریبه کسی هم فکر نکنم جرات بکنه این روزا بیاد شبیه این چیزی بسازه ولی در کل به نظر تجربه بسیار خوبه من پیشنهاد میکنم و کسایی که حالا سپایک جونز رو نمیشناسن یا چارلی کافمن رو نمیشناسن حتما برن کارا و فیلم های این آدم ها رو ببینن چون بسیار آدم های مهم میان برای سینمای مدرن تو به فیلم چه امتیاز میدی؟ من این فیلم میدم هشت نیم من همون هشت و نیم میدم و می کلا کارهای چارلی کافمن اگه دقت کنی همش داخل ذهن اتفاق میافته چه همین آخرین فیلمش که داخل اسپویل میشه داخل چه ذهنی اتفاق میافته و دو همین جان ملکویچ یا مثلا ایترنال سانشاین و برای همین طبیعتا خیلی پیچیده میشه. گفتین با جان ملکویچ اینو من این وسط بهتون بگم که الان بخندید یه تیکه ای هستش بهترین سکانس تاریخ جان مرکوویچ هستش از فیلم برن افتر ریدینگ هستش شما اوایل فیلم که میخوان جان مرکوویچ رو اخراج کنن و جان نشسته توی دفترش بعد میگه که چرا میخواید نه اخراج کنی بعد همهشون خیلی خجالت میکشن بگن یکیشون میگه که تو مثلا درینکینگ پرابلم داری و خاطر این هستش بعد میگه این لاینش اینجا دقیقا سرش کرده که درست دیگه میگه I have a drinking problem Fuck you pick. You're a Mormon. You, we all have a drinking problem. <laughs> این سکانس شاه کار هست سکانس اخراج کردن جان ملکویچ رو توی پرنفتر ریدینگ و متاسفانه چرا زیاد فیلم نمیبینیم از این آدم اسم کنم که زیاد فیلم بازی نمیکنه یه زمانی خیلی همون شو زیاده <laughs> <laughs> بازیگر سی ساله یه نیست جان چند ساله شهران یه فیلم ساخته یادم نیست با کی بودش که فیلمش قرار نم ست سال دیگه جان ملکویچ نزدیک هفتاد سالشه شالا خدا عمر با عزت <laughs> <laughs> این حتما ببینید به این جان ملکویچ 1999 این مابه این من مستند دیدم از یک کارگردان مورد علاقه به نام رومن پولانسکی افیل فیلم مموار که این مستند خود پولانسکی نساخته یکی از دوستای پولانسکی ساخته و فیلم مستند هم 2011 هستش و پولانسکی توی این مستند در مورد از دوران بچگیش تا همین اتفاقای اخیرش البته تا سال 2011 صحبت میکنه و خیلی فقط کلا یه مصاحبه طولانی مدته و یه تصاویری هم داخلش نشون میده که خیلی جالب هستش و به نظر من کلا از لحاظ مثلا این که حالا یک اگر پولانسکی رو دوست دارید خیلی بدون شک فوق جذاب هستش و دو فکر میکنم یک مطالعی در مورد شرایط یک انسان توی مثلا توی شرایط مختلف از جنگ جهانی گرفته تا هولوکاست گرفته تا مثلا دهی شست آمریکا و توی جامعه کنسل کالچر امروزی اینا و همه اینا رو یه جورایی بررسی میکنه و در قالب مثلا یک شخصیت واقعی به نام پولنسکی داریم می‌بینیم خیلی جالب بودش اگر پولنسکی دوست دارید و کلا این سوژه هایتون جذابه مستند رو پیشنهاد میکنم این از این و میریم سراغ یک سریالی که من کلا فقط سه قسمت ازش دیدم یه قسمت اول دیدم قسمت سیزن سوم و قسمت دومش اینه که فینچر ساخته بود و قسمت آخرش رو دیدم به نام لاب دیت هن روبات هستش ولی آرنو همه رو دیدی آرنو درسته؟ من بح بح آر. من مطمئن نیستم همه رو دیده باشم ولی من فکر کنم قطعا 25 تا شاید اپیزود دیدم اگه 20 تا شده باشه همون من زیاد دیدم همین لب بکرم من زیاد دیدم لاب دیت هن روبات چون, آره. چون مثلا من سیزن مورده... یک و سیزن دوش کنم اپیزود, اپیزود زیاد داره سیزن اپیزود زیاد داره. همین شمایی که انیمیشن دوست نداری آه دوست دارم زیاد جذاب دوست بگو, بگو, بگو <تصفح> یه سوال همین الان جلوی تو یه فیلم خیلی معمولیه یه فیلمیه که همه چیش معمولیه آه. از اون برم یه انیمیشنی که همه میگن انیمیشن خوبیه من با توجه به شناختی که تو دارم تو فیلم رو برمیداری این این شناخت <تصفح> من از توه بگو درست میگم یا نه؟ نمیدونم بستگی به فیلم و بسگی بسگی به انیمیشن ببین ناکن <applause> آقا من این حرف فکر کنم هر چند ماه یک بار میام تکرار میکنم تو این برنامه انیمیشن درسته که توی مثلا دهه سی چهل ساخته میشد بر سرگرم کردن اون بچه ها. مثلا تام و جری و لونی تونز و امنام این چیزا ولی انیمیشن خیلی پیشرفت کرده انیمیشن الان فقط یه سری تصویر کمدی مثلا اکشن نیست دیگه انیمیشن موقع چی میگن دوران طلایی انیمیشن از نظر مثلا چیزایی که تو تاریخ انیمیشن میگن همون 40 50 60 چرا به خاطر اینکه انیمیشن ها همه دستی کشیده میشدن به خاطر اینکه کار خیلی سختی بود کوتاه بودن مثلا فرض کن یه دونه تاموجری دو دقیقه و مثلا چنان 40 ثانیه است خب می اومدن چند تا جوک تصویری میگفتن تمام میشد میرفت ولی این هنوز به نظر من جا افتاده که آقا او جون اون دوران تموم شد الان چه میدونم سی سال انیمیشن که ساخته میشن هدف دارن میان داستان میگن میان شخصیت پردازی میکنن میان یه کارایی رو میکنن که تو فیلم به اون راحتی نمیشه کرد متاسفانه هنوز احترامی که به نظرم لایقش دنیای انیمیشن به خاطر این تو سری خوری که انیمیشن بچه ها باید بشتن ببینن این ترس تفکر رو باید بریزن دور این میدونم می تو اینجوری نیستیم ست... هم من این به منظورم تو نیستی هم کلا دارم میگم کلا میگم که حالا بیه برسیم به این Love Death and آقا این, این سریال انیمیشناش کوتاه هر کدوم مثلا فرض کن 10 دقیقه 12 دقیقه است یه سریشون شش دقیقه این. ولی همشون یه داستان باحال دارن توشون عالی نیستن همشون ولی یه سریاشون خیلی بالا مثلا یکیشون رو من الان تعریف میکنم داستانشو یه سری کلا دانشمند یه تحقیقاتی رو ماست میکنن همین ماست خوردنی هم. که ماست برای کدوم سیزنه؟ سیزن آها، این اه روی ماست یه سری تحقیقات میکنن که ماست شروع میکنه به حرف زدن و فکر کردن و تصمیم گرفتن و اینا خب انقدر که تصمیمات خردمندانه و جالب میگیره ماست میشه رئیس جمهور خب. و برای کشور شروع میکنه تصمیم گرفتن این این ایده رو تو فیلم تو نمیتونی بیای پیاده بکنی درسته و ایده جالبیه همین ناکن ایدش همین که تو میگی همش داره تو ذهنت یه سری حرف میره که او این این هدف داره اینی که ماست از چی میگن کلا آدم های بزرگ مملکت تصمیمات رو بهتری میگیره و کشور رو بهتر میکنه این هدف داره و حالا مثلا چه میدونم کارهای دیگهشون یه سری کارشون خیلی جدیه یه سری کارشون مدل استایلشون فرق میکنه میدونم کاری که تو خیلی دوست داشتی کار فینچر بوده در مورد کار فینچرش بگو تو اتفاقا دوست چند تا سورپرایز دارم در این باب صحبت میکنیم که چرا نیدیم من زیباترین و پرفکت ترین چیزی که واقعا مغزم منفجر شد و حس کنم تو زندگیم چنین چیزی تا به حال ندیدم قسمت آخر سیزن سوم بودش به نام جیبارو که خیلی قسمت من این قسمت دوبار دیدم و جوری که داستان روایت میشه حتی هیچ دیالوگی وجود نداره کوریوگرافی که وجود داره که پر از حس هستش یه خواهی داستانش بذار یه چیزی بکنیم خیلی کوتاه اسپایس به نظر من آخرشه خط اصلی داستان رو بگو داستانش در مورد یک سری مبارز هست در, قرون وستا درسته قرون وستا میشه آره. که به یک دریاچه ای به یک دریاچه, دریاچه کوچیکی بر میخورن که یک زنی یک قاهره وسط این دریا هستش که این زنه وقتی که جیغ میزنه میتونه به, به دیوانگی میرسونه آدم ها رو ما همراه میشیم با یه شخصیتی که کر هستش پس در نتیجه نمیتونه صدای جیغ و فریاد این زنه رو بشنوه پس در نتیجه نمیمیره و دیوانه نمیشه ولی این دیوانه نمیشه در ادامه چه اتفاقی براش میفته داشتم میگفتم و حتی مثل صداگذاری این با باور نمیشه میزان کیفیتی که اینجا به کار رفته اصلا کلا تصویر همه چی این قسمت خود فینچر, فینچر پرودیوسرای کلا این سریال هستش میگفتش که این قسمتی که دیده گفت همون لحظه ایمیلش کردم واسه سادربرگ گفتم که اینو همین الان ببین و دیدی تموم شد برام بنویس که چی فکرشی میکنی من گفتم مثلا قسمت نه نمیاد یا نیست چند دقیقه بودم مثلا بگیم 11 دقیقه همین یازده دقیقه و سی ثانیه بعد صادر به زدش که این چیه کینو ساخته و عجب چیزی بود ولی جیوارا فوقلاده بودش و من خیلی دوست داشتم و من رفتم قسمت دوم به نام بد ترافلینگ هستش که از خود دیوید فینچر ساخته بودش دیدم بد ترافلینگ خیلی فضای بخوری داشت خیلی فضای تاریکی داشت و ایده جالبی داشتش اما در نهایت وقتی تموم شد قدر که من شوکه شده بودم انقدر جذب قسمت جیباره شده بودم که بعد اون قدری که باید بر تاثیر گذارنش بعد یه سکانسی داره که شخصیت اصلی داره در میره از دست هیولایی به ساعت پله میاد بالا یکم اسلوموشن هستش اونجا اونجا فینچر رو میبینید که دیگه محدودیت و فیزیک و دنیای واقعی رو نداره و واقعا دیوانه کننده بود اون سکانس خیلی خفن بود اما اون قدری که رو منو تحت تاثیر قرار داد بعد ترافلینگ نداشتش همین کلا این دو تا اپیزود از این سیزن سوم دیدم که تعریف های زیادی هم در مورد سیزن سوم شنیدم تو نظر به این دو قسمتی که گفتم چیه با جیبارو, و جیبارو شروع کن جیبا جیبارو شروع بکنیم جیبارو اه... چیزی که از همون اول منو جذب کرد خب من نمیدانستم داستانش چیه ولی یه سوال تو ذهن من هی می اومد که چرا صدا هی قطع و وصل داره میشه خب که بعد فهمیدن در مورد شخصیت ناشنواه که دنیای بیرون و چیزی که این داره میشنوه و اینو چجوری وصل کرد به اتفاقاتی که قرار بیفته منم تحت تاثیر قرار گرفتم همون لحظه من تحت تاثیر قرار گرفتم حالا کسایی که برم ببینن تو در مورد کوریوگرافیش یه حرفی زدی این شخصیتی که حالا توی دریاچه هست این ساهره هست حالا یه سری میگن پری دریایی جادویی هر چیزی که هست این شروع میکنه به رقصیدن همین چیزی که تو تصویر دارن نشون میدن به نظر من اون 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 نوع رقص و اون شدت کوبندگی رقص و فیلم نمیتونه اصلا داشته باشه این چیزیه که تو انیمیشن میشه در آورد و چقدر و چقدر میخوره به اون سیت، میخوره به اون دنیا میخوره به اون ستینگ خیلی خوبه اون رو من خیلی دوست داشتم یه چیزی در مورد این رقصه میدونستی نکته عجیبش رو بگو که من بگم میدونستم نمیدونستم من, من یکی از رفقام که خودش ا دانیمیشن هم کار میکنه گفتم داشتیم در مورد این قسمت صحبت میکردیم و گفتم که عجب کوریوگرافی داشته عجب موشن کپچر استفاده کرده گفت دست سیکرت من اون دختره اصلا ماشین کپچر همش چیز انیمیشنش هند این اصلا برای من سورپرایز اصلا برای من این قضیه جای تعجب نداره چون خیلی موقع انیمیشن هایی که دستی درست میشن دیتیل و کلا اون ریزکاریه که اینقدر خوبشون میکنه بیشتر از ماشین کپچرن موشن کپچر دقیقا ما ایم که داریم تکون میخوریم حالا یه سری تغییرات بیشتر ولی انیمیشن دستیه که میاد یه سری چیزایی لایه های جدید اضافه میکنه بهش اون که اصلا حرفی توش نیست نظر راجع قسمت فینچر چی بود نه مورد قسمت فینچر ببین به یاد ترین چیزی که از قسمت فینچر تو ذهن من میمونه همون چی میگن نوع آرت ستایلشه همون جلو های کسایی که اهل گیم باشن به نظر من خیلی کاراکتراش من رو یاد کاراکترهای دیسان ارت مینداخت نوع قیافه دقیقاً داستانش من مثلا بعد سه چهار دقیقه حد زدم احتمالا قرار آخر داستان اینجوری باشه دلم ولی ولی بد نیست یعنی به نظر من چیزیه که آدم رو واقعا میخوب میکنه تا آخر آدم نگاه میکنه و اون, اون چی میگن امضای فینچر که لحظه به لحظش خوب حساسن و خوب به هم دیگه وصل میشن توی این انیمیشن هم چون انیمیشن کوتاهیه ولی سیزن یک همین سیزن یک انیمیشن خوب زیاد داره همون قسمت یک شما خیلی دوست دارم قسمت ماستر اون قسمت من دیدم من قسمت ماستر رو خیلی دوست دارم یکی دو, دو قسمت دیگه هم دارم قسمت یکی من خوش آمده بود ولی در کل من به نظر من آقا جون مثلا موقعی که میخوای یه بریک بگیری یه استراحتی بکنی میخوای یه رو بیس دقیقه برو یه دونه بشین لاف دهتن ربات نگاه کن و حالش ببر واقعا کسایی که این پادکست رو گوش میدن اصلا هیچ علاقه هم ندارید اگه اینو ببینید خواهش میکنم ازتون قسمت آخر سیزن سه جیوارا رو برید ببینید واقعا یه تجربه یونیکی است بهتون قول میدم تو این چیزی ندیدید زندگی تو زندگیتون خیلی العاده است Okay, uh, اوکی ا بریم کامنت ها رو بریم کامنت ها رو بخونیم uh, من قبل از خوندن کامنت ها همیشه یادآوری میکنم که کامنت های ما ما کامنت هایی رو می خونیم که توی کست باکس و یوتیوب گذاشته شده باشن یه سری از کامنت ها واقعا لطف داشتین برای ما چیزهای خوب نوشته بودین انرژی مثبت دادین که ما همیشه تشکر میکنیم دمتون گرم خیلی ممنون uh, به خاطر حالا وقت برنامه ما یه سری کامنت ها فقط می خونیم. همه رو نمی خونیم، ولی تا جایی که بتونیم اونایی که حالا سریعتر بر ما کامنت گذاشته بودن و یا کامنتشون جوری بود که میتونستیم بخونیم و الان یه سریشون میخونم این کامنت از شایان خانیه گفته درود بر حمید و عزیز سلام واقعا دمتون گرم بابت اپیزود خوبی که وقت میذارید میسازید خواهش میکنم اطلاعات سینمایی با شما خیلی بیشتر شده نسبت به قبل و واقعا خواسته من و حمیدم همین هست من همیدم دوست داریم که اطلاعاتمون رو در اختیار بقیه بذاریم توی قسمت های قبل یادم افتاد در مورد بهترین فیلم های تاریخ سینمای ایران صحبت کردین اه, که منم یه سری اسم میخوام بهتون بگم تلای سرخ جادوی نادر از سیمین سرخ رو نهیدم جادوی نادر باشو غریبه کوچک بچه های آسمان تنگ سیر گوزن ها من فکر کنم تو از گوزن ها خوشت بیاد گوزن فیلم خیلی خوبیه دایره مینا که من صحبت کردم طبیعت بیجان دونده دوندم فیلم خیلی خوبیه مرگ یزدگرد کلوزاپ تم گیلاس که این یعنی دوتای آخری هم برای عباس کیارستمی هست شایان یه سری فیلم های دیگه معرفی کرده بود که من دیگه نمیخونم ولی مرسی شایان من سعی میکنم تم گیلاس رو توی این پادکست هم من رو دیده بودیم صحبت کرده بودیم و تا اونم خیلی دوست داشتیم. آره. من هدفم اینه که حالا سعی بکنم بعد چند قسمت که گذشت یه فیلم ایرانی دیگه هم ببینم که از توی لیستایی که هست یکی انتخاب میکنم کیوبیک دریم گفته دمتون گم حس میکنم یه فیلمی که خیلی زیاد دیدید بیگ لباسکی باشه خب کاملا درسته و حالا حمید یه چیز جالبی در مورد بیگ لباسکی میتونه بهتون بگه چند تا فیلم هستن که حمید تمام دیالوگاشون رو فکر کنم حفظه یکیشون بیگ لباسکی درست همینی؟ دو دباید آره واقعا بیگ لباسکی کالت دقیقا انف سهند گفته که به نظرتون برای دیدن یه سریال باید گذاشت کل یه فصل سریال بیاد یا اینکه هفته گیدید من هر دو تا حالت رو تجربه کردم و مثلا میگم همین مدمنی که پوسترش پشت سر منه من موقعی سریال رو دیدم که کل سریال همه سیزنش اومده بودن سوپرانوس را من همینجوری دیدم ولی سریال های مهم و بیاد موندنی که من هی ثبت میکردم بیان یکیشون Breaking Bad بود یکیشون همین Better Call سال Game of اینجوری بود لاست اونجوری بود آه... نمیدونم همین تو نظر چیه ولی ولی جالبه در, در مورد این قضیه من خودم قدیما دقیقا اینجوری بود هر هفته میدیدم ولی به نقطه ای رسیدم که کلا یه هفته میدیدم هفته بعد یادم میرفت ببینم بعد دو هفته بعد نمیفتم بعد اون لذت دیدنش هیجانش از بین میرفت من این تصمیم رو گرفتم از این بعد که دیگه تا سریالی کامل نشده نرم سراغش چون میدونم وسطش ولش میکنم یه آدم میره در مورد سریال مثلا Stranger Things رو قسمت های آخر Stranger Things. وای عجب شاکار. دو قسمت دیگه به زودی میان اونم مثلا دقیقا این مدتی که هفته پیش من خیلی داشتم اونو میدیدم یکی از دلایلی که خیلی جذاب بودش این که هر شب یه قسمت میدیدم و خیلی حال میداد. تا اینکه یه هفته صبر کنی و اون مودت از بین بره علی راد گفته که سربازی من در ایران در نیرو هوایی بود در سه پایگاه مختلف فقط اینو بگم که در کادر نیرو هوایی چه کالت جدی داره این فیلم تابگان احساس میکنن کل فیلم در مورد اوناست و به افتخار اونا ساخته شده علی داره در مورد تابگان کلاسیک حرف میزنه چون ایران و آمریکا تنها کشورهای دارنده جنگنده تامکت F14 در جهان هستن و سلاح عجیبیه و تکنولوژیش فراتر از زمانش بوده و این حس رو میداده که قدرت برتر نظامی میشی خب خیلی باحال چیزی که علی گفته خب من رفتم میخورده حالا من بعد از دیدن این تابگان موریک من رفتم میخورده داشتم تحقیق میکردم در مورد جنگنده ها کلا نیروی هوایی و اینا این تامکت f 14 ای که علی گفته جزء اون دسته از چی میگن جنگنده هایی که الان توی آمریکا بازنشسته شده این حالا من تاریخشم در برای سال 1974 که دو سال 2006 م دیگه توی آمریکا ازش استفاده نمیشه کلا دنیای جنگنده ها خیلی دنیای جالبی حالا کسایی که دوست دارن مثلا بیشتر بدونن احتمالا تاپگان یه فیلم خیلی خوبه که بخوان وارد این دنیا باشن که اینا چه جوری چجوری چه جوری کار میکنن و اینا همین تو کلا دوست داری دنیا بازی... هواپیما رو آه نه زیاد من کلا زیاد به چیزایی که پرواز میکنه علاقه نره و از شانس بدم فردا از پرواز دارم و دوست پرواز کلا نه, نه. متاسفانه همین و... من چند شبه پیش تو بازی های فلایتینگ و اینا دوست داشتی من تنها بازی که دوست دو تا بازی من, من یکی ایس کامبت دوست دارم یکی هم فلایت سیمیولیتور مایکروسافت <applause> اینو میخواستم بگم همین چند شبه پیش من برای اولین بار تو زندگیم سوار هلیکوپتر شدم آه, آه، جدا ترسناک بودش نه خب به من هلیکوپتری که توش سوار شدم حالا من اسمش اسم هلیکوپترش رو ولی از این هلیکوپترهایی بود که کلا 6 تا مسافر داشت و خیلی کوچیک بود خب خیلی جمع کوچیک بود همین موقعی که هلیکوپتر بلند شد و داشت همینجوری میرفت بالا و سرعت میگرفت و اونجا دیگه تو چی میگن تو جون تو باشی دستمون خلبان دیگه خلبانه <applause> که بعد تو تو هیچ کاری نمیتونی بکنی ولی همین حس خیلی عجیبیه ببین حس هواپیما هواپیما یه سنگینی داره خب یه وزن خاصی داره هلیکوپتر اونجوری نیست هلیکوپتر حس همش در حال لرزیدن داری خب اون اون امنیته توش نیست به اون صورت ولی تجربه خیلی جالبی بود من از کجا به کجا رفتی؟ به من از پایین لاس فگاس هلیکوپتر رفت بالا تا تای خیابون استریپ رفت که همش کلی برج و هتل بلند داره دور زد اینو برگشت خب من شبم رفتم خیلی فضای جالب و آه. بهترین تجربه هلیکوپتر داشت اوه ولاده بود خیلی وقت رت... من کلا من خیلی میترسم از پرواز چند وقت اینقدر من هی پرواز میکردم اینا هر سری هواپیما بلند دارم می ترس میمیرم ولی و مدا اون بالا هی آدم اتفاق مختلف می اصلا فایت کلاب اگه دیده باشیم اون سکانسی که ما یه ما دیگه میاد میخوره <تصحیح> <تصحیح> یا اگه لاست دیده باشی آره نه خیلی تجربه یونیکی بودش خیلی ریلکس که تا کنج ای در میان بچا دوستش آره همیشه سعی میکنم ریلکس باشم ولی متاسفانه نمیشه زیاد <تصفح> محسود کازمی گفته که سر بحث فیلم که چند بار ارزش دیدن دارن من کاملا موافق همیدم که شخصیت ها نقش اساسی رو دارن مثلا فیلم همشریکین بدون چون و جرا جز برترین آثار سینما اما خیلی به جز یک ارو دو بار بیشتر نیدنش در عوض فیلمی که شخصیت قابل لمس و واقعی داشته باشه مثل جسی و سلین توی سگانه بیفور باعث میشه که بعد از هر چند وقت دلت برای اون شخصی رو تنگ بشه و دوباره به اونا سر بزنی خب این کاملا درسته و منم کاملا موافق این حرف هستم شخصیت ها چیزی که آدم خودش رو توی اونا میبینه یا خیلی موقع اون شخصیت آدم رو یاد یه <applause> سری چیزهایی که تو دنیا دوست داره میندازن <applause> و دوست داره دیگه توی اون جمع باشه البته یه حرفی زدی که الان فکر کنم حمید میخواد یه چیزی بگه حمید سیتیزن کین یک بار یا دو بار من یک بار بیشتر ندیدم علاقه هم ندارم دوبار ببینم آره میدونم فرق داریم من سیتیزن کین دیدم سه چهار باری دیدم شاید بیشتر بیشتر دیدم از کلا من اون نوع سینموتاگرافی سیتیزن کین رو دوست دارم اون دنیایی که ازش اونجوری اون قدیمی بودن سیتیزن کین برای من خیلی جذابه یعنی واقعی میکنه برای من اون دنیای تاریک و جالبی داره. اه اه تا که داره ولی تا حدودی میفهمم چیه سیتیز این فیلم نیستش که بذاری مثلا لذت ببریم مثلا الان داشت بیگ لباسکی میدید من قلقلکی دوباره افتاد بار هزار رو امیشم شده دوباره برم بیگ لباسکی ببینم ولی سیتیز کین رو اینو نه بیگ لباسکی بیشتر دوست دارم امیر سومه گفته که سلام در مورد انیمیشن عشق مرگ ربات همین رو بگم که اکثر قسمت خوبن ولی اپیزود دو در فصل سوم چیز دیگه است که اپیزود دیوید فینچره امیر اگه حالا همیدم کلی تاکید کرد قسمت آخر سیزن سه رو ندیدی حتما برو ببین حامد علیزاده گفته که آیرونیک بودن قضیه همین بس که تاخیر در اپیزود جدیدتون باعث میشه ما از اپیزودهای قدیم رو بشنیم چند بار گوش بکنیم برای من دلیل این که شاید بعضی اوقات برم سراغ تماشای مجدد اطمینان از اینه که حس و مود من رو عوض میکنه و به چشم یک تراپی بهش نگاه میکنم خب خیلی ایده جالبیه این قضیه و کاملا من میتونم درک بکنم همین الان بیگ اسکی رو مثال زد بیگ وسکی مثال خیلی خوب برای کسیه که کلا این مثال خوبیه برای موقعی که حالت خوب نیست کسی حالش خوب نیست کسی فاز یه خورده غم داره بره بشتم بیگ لباسکی نگاه کنه و البته فیلم اینجوری خیلی زدن و از اون برم اگه یه کسی واقعا دلش میخواد یه فیلم ببینه که غم دنیا بره تو دلش کلی مثال خوب هستن میتونه بره نگاه بکنه سوران راگا گفته که رفقای عزیز خوش برگشتید خیلی ممنون از فیلم های سالهای اخیر انگل همون پاراسایت از اون فیلم هاست که چند بار دیدنش به همه چیز میارزه از آیریشمن هم به سادگی نمیشه گذاشت خیلی عجیبه همین من آیریشمن رو چند بار دیدم پرسایت رو فقط یک بار دیدم من پرسایت دوست دارم ها. من پرسایت رو خیلی دوست دارم ولی ولی آیریشمن برای من اون جادوی اسکورسیزی رو داره نمیدونم چرا من پرسایت اتفاقا دو بار دیدم و نیم بار یعنی تا نصف سامت دیدم فیلم فقط یه چیزی فقط ویژوال استوری تلینگ فیلم ببینم سامت دیدم خیلی تجربه بودش ولی پرسای آره پرسایت ارزش چیزی داره مخصوصا بار دوم که خیلی چیزا در مورد داستان میدونی به نظر خیلی جذاب میشه حتما بر سرش آیرش من که فوق العاده است ایمان افتخار گفته به نظر من میناماتا هم جز آثار خوب جان توی توی سال اخیره من این فیلمو ندیدم ولی تو دیدی هم این فیلمو این فیلم پیار سال اومد نه متاسفانه من دوست ببینم ندیدم شاید بعدا باید ببینیم اگه اگه خوبه نگاه میکنیم در سوژه خیلی جالبی هست آرهر. کامنت های این هفته همین بریم سراغ بحثمون آقا دمتون گم من اینو بگم بازم مرسی که کامنت میذارین ما چی میگن بیشتر از این که لذت به چی میگن از خوندن کامنت ما چی میگن لذت ببریم بیشتر از این لذت میبریم که یه چیزی میگین که منو حمیدم فکر میکنیم و روش نظر میدیم این برای من حداقل خیلی جذابه دقیقا واقعا هم از طرفی خیلی قوت قلب میده با آدم و از طرفی هم دقیقا این یه جورایی شما هم درگیر میکنه توی پادکست و باعث میشه که ایده ها و بحث های جالبی بیشتری داشته باشیم خیلی ممنون بریم سراغ بحث این هفته که در مورد این هستش که جنگ جهانی دوم در سینما وقتی میگیم جنگ جهانی دوم در دینما آرنو چه چیزی تو ذهنت میاد و ایده اولیت در مورد این بره تاریخی و بازتابش توی دنیای سینما چیه هم. به اینی که میگیم من به این حرفمو به دو قسمت تقسیم میکنم قسمتیه که قسمت اول برمیگرده حالا به اون گلدن ایج هالیوود که دوران بعد از جنگ جهانی دومه و قسمت بعدیشم حالا من میگم سینمای مدرن در مورد جنگ جهانی حرفی که من نگاهم نسبت به کلا جنگ جهانی دوم حالا میخواد در مورد فیلمای کلاسیک باشه یا میخواد در مورد مدرن باشه به نظر من مشکلی که من دارم حالا نمیدونم منظور سوال در مورد مشکل من بود یا کلا در مورد نگاه من بود خیلی کلی بودش به نگاه کلی من در موردش اینه که من از همین من میدونم که جنگ جهانی چه اتفاقی افتاده خب من میدونم که چه اتفاقی سر متحدین افتاد چه اتفاقی سر متفقین افتاد خب اینم اینم میدونم اکثر سوژه ها هم برمیگرده به این موضوع که یه جایی یه جوری آلمان ناسی قرار شکست بخوره اوکی من هیچ کسی آلمان ناتسی رو دوست نداره هیچ کسی رو هیتلر رو دوست نداره ولی ولی من کلا همین از این موضوع خسته شدم که چند بار این قرار تکرار بشه سوژه ای که من تهش رو میدونم من سوژه ای که میدونم گذشته برای من تو حالا حرفتو بزن ببین این نکته جالبش اینجاست که میفهم دقیقا چی میگی و این نکته رو داشته باش که من به شخص فیلمایی که در مورد تاریخ جنگی جهانی دارن یا مثلا عملیات بزرگی رو میخوان شرپ بدن و اینا صحبت میکنن من خودم دقیقا میفهمم این چی داری میگی با زیاد ارتباط, زیاد ارتباط برقر نمیکنم چون جذاب تر از اون مستندایی هستش که در مورد اون عملیات ساخته شده و انقدر واقعیت پیچیده و دراماتیک هستش به نظر من فیلم فقط مصنوعیش میکنه اون حادثه رو بچه بسا چیزی که داری میگی ممکنه بارها و بارها یه چیز تکراری ببینیم ولی اون جزئیات و عملیات هستش که خیلی بیجش میکنه چیزی که من در مورد ستینگ جنگ جهانی دوست دارم برمیگرده این که به نظر من انسان ها بهترین زمانی که میشه شناختشون توی شرایط بحران هستش که توی اون زمان چه رفتاری نشون میدن و جنگ جهانی دوم یکی از تاریک ترین و یکی از سخت ترین دوران برای کل بشریت بوده الان خصوص حالا اروپا و تا حدود آمریکا بگیم و که این زمانی بوده که جرأت و انسانیت و خیلی رفتارهای دیگه از کلا بشر رو زیر سوال میبره و فیلمایی که میان راجع به این موضوع در مورد این شخصیت ها توی دوران جنگ جهانی صحبت میکنه در مورد این مورال ها توی جنگ جهانی دوم صحبت کنن اینا خیلی جذاب هستش چرا علاوه خصوص که ستینگی که وجود داره دنیایی که درش وجود داره یه دنیای واقعی بوده که ما مثلا حالا من به شخص بیشتر مثلا با مستند یا کتاب میشناسمش مثلا چه حالا این شخصیت ها و تو خیلی تاثیرگذار هستش این یه بودشه که این خیلی جذاب میکنه من میگم زیربنای واقعی بودنش خیلی خیلی تاثیر داره بعد دو حالا بگذریم از این من قضیه خیلی فیلمایی که در مورد یه عملیات سیکرت هست یا آپریشن هستش اینا توی جنگ جهانی خیلی دستم مثل گریت Escape مثل گلوریوس Bastard و اینو خیلی جذاب میگم دوباره این جذابیت حتی ب... چون خیلی دیگه این بود سرگرمی میشه دیگه این از لحاظ سرگرمی میشه بیشتر از این قضیه نهای کرد حالا تو بحث دراما و اینا این بود سرگرمی شم حتی چند برابر جذاب میشه برای من که بازم زیربنا زیربنای واقعی بوده یعنی شدنی بوده مثلا یه فیلمی آیا با هم دیدیم ور ایگلز در رو دیدیم ور ایگلز در رو فکر من دیدم آره بله. و با اینکه یه نمه داستان مثلا آنچنان نبودش حالا تو ایندیان جونزی بود ولی اونم خیلی جذاب پس این, این, این دوتا برای من به شخص جذاب هستش یه هفته پیش من سنایپر ایلیت پنج وزی کم بود این در مورد چیزایی که میگی ببین مثلا میگم آثاری که از جنگ جهانی میان که من اونا رو دوست دارم و حالا مثلا اونا رو دیدم و, حالا به هر نحوی روی من تأثیر گذار بودن کلا فکر کنم مثلا سه چهار تا بیشتر نباشه مثلا شیندلر لیست رو من خیلی دوست دارم خب مثلا اینگلوریس من به نظر فیلم خیلی باحالیه تو این شکی نیست سیوینگ پرایوت رایان باحاله پیانیست پیانیست فیلم خوبیه ببین ناکن تو فیلم تریزی دیدی؟ تو فیلم سان آف سال دیدی؟ خیلی آشنا اون فیلمه که فکر کنم کامل این فیلم یک تیک بودش فکر کنم برسه لهستان بودش چند سال پیش هم اومد و اسکار بهترین فیلم خارجی رو بود نمانده یه نفر هستش که خود یهودیه میبرنش مسئولش میکنن که جنازه ها رو بسوزونه و کلا یک تیک با این سفر میریم آه. یکی از درد نوکترین، تاریکترین و تاثیرگذارترین فیلم هایی که میتونید ببینید سان آف سال هستش لطفا برید حتما حتما فیلم ببینید این هم تو اون بره اون فیلم هایی که تو داریم میگید قرار میگیره این 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 تعداد فیلم هایی که ما الان گفتیم حالا به چیزو اگه جدا بکنی سیوینگ پرایوت رایان اگه بخواید بذاری کنار اکثر این فیلم ها مثلا لیست و پیانیست و سان سال همشون از پرسپکتیو مظلومهای جنگ جهانی درسته خب پس پس این این فیلمی که ما دیدیم بیشتر از اینکه بخواد محورش یعنی تا یه حدی هست ولی بیشتر از اینکه اون سپاتلایت قضیه نور قضیه روی جنگ باشه روی اون آدم مظلومه درسته این حرف من ببین این چند بخش شخصی میشه وقتی که میگیم جنگ جهانی دوم فیلمایی که در مورد دقیقا جنگ هستش Saving Private Ryan هستش The Thin Red Line هستش The Thin Red Line یه جای مختلفی هستش و کلی فیلم های اکشن دیگه Great Escape و اینا خب یه بره یه سری فیلم هست در مورد هولوکاست هستش هولوکاست ها به نظر من اگه باید باید, 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 باید خیلی فرق میکنیم اینه هولوکاست خیلی میاد رو بوده دقیقا همون اون انسان های داستان و حالا اون, اون, اون بقول تو مظلومیت قضیه متمرکز بشه ولی اونو بیشتر روی جنگ همین یه چیز دیگه من هی فکر میگردم این هفته که, که یکی از دلایل احساسی شاید باشه که من اونقدر درگیر تاریخ جنگ جهانی نمیشم و نشدم شاید به خاطر ایرانی بودنم هم باشه همین ناکن ایران تأثیری که توی جنگ جهانی اول و دوم گذاشته نسبت به مثلا میگم فرانسه نسبت به چه آمریکا نسبت به حالا کشورهایی که مستقیم دخیل بودن خیلی کمتره حالا به هر نحوی تو بخوای حساب بکنی مثلا میگم من اگه شاید یه آدم فرانسوی بودم که من اتفاقا صحبت کردم با یکی آدم فرانسوی که موقعی که داشت در مورد تاثیر آلمان ناسی روی پاریس با من صحبت میکرد یه آدم مثلا فرض کن خورده ای احساساتی میشد یه موقعی با مشت میکوبید رو میز اش و ششش جمع میشد اون اون احساسات خیلی جدی بود توش به خاطر اینکه واقعا با اون جون و اینا لمس کرده بود طرف قضیه رو خب مثلا میگفت میگفت پدر و مادر من عکساشو مثلا نشون میدم میگفتش که اونا درگیر بودن موقعی که مثلا بچه بودن تو این مسائل ولی خب من این قضیه رو نداشتم هیچ وقت خب؟ اگه مثلا میگم اگه من یه کسی بودم که مال جزیره ایواجیما مثلا توی چه میدونم ژاپن بودم خب آره دیگه مال, جز... مال اونجا بودم شاید این قضیه خیلی برای من تاثیرش بیشتر بود من شاید میگفتم که مثلا چه اتفاقاتی افتاده ولی من همیشه از نظر احساسی از شخص سالسم ببین ناکن قضیه هولوکاست رو من با جون و دل چی میگن مظلومیتشون رو میپذیرم خیلی تلخ قضیه واقعا شاید دارکترین اتفاقی که توی تاریخ انسانی شاید این باشه دیگه بدتر از این نمیشه دیگه خب ولی این 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 کانسپت جنگه همید من نمیدونم مثلا جنگ جهانی اول شاید برای من جذابتر باشه بخاطر اینکه که کمتر میدونم در موردش ولی جنگ جهانی دوم من یه خورده اشباه کرده اگه منظور منو میفهمید نه کاملا میفهمم آره اون بحث اشباه هستش و اون ترکیب میشه و کلا با سلیقه و اونی که مثلا حالا یه نفر آبسس هستش با یه چیزی اون بدون شک خیلی تاثیرگذار هستش همونطور که من میگم من خودم اه، 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 خیلی کلا اون دوران جنگ جهانی دوم دوستان از همه لحاظ از چه بوده مثلا خواه آلمان ها چه جوری بودن چه جوری ممکنه یک آدم انقدر مثلا آدم مثلا پستی مثلا عین هیتلر بشه این خیلی کنجکاویه چی چیزی مثلا هولوکاست نجات پیدا کردن بحث امید توی این دوران چی جوریه عملیات های جنگی بوده هر هر بخش حتی میگم میگم هفته هفته پیش داشتن در مورد فشن نازی ها تحقیق میکر. همه بودش برای من توی این دوران کانفلیکت خیلی جذاب بوده و این یه آفسشنی هستش که من شخصه دارم تو ممکنه تو دیگه با یه چیزی داری و اون مثلا تو خیلی شرق علاقه داری انیمیشن هایی که از اونجا اومده من و کاملا میفهمم که ممکنه چرا اونجوری باشه ولی خب مثلا اپسیشن من نیستش در نتیجه من یه تئوری دارم در مورد ژاپن این تئوری شخصی منه ولی مسل مطمئنم که یه سری تحقیقات جدی روی این قضیه شده من باور دارم فرهنگ ژاپن تغییرات خیلی جدی کرد بعد از خوردن بمب اتم من من واقعا احساس میکنم که نگاهشون نسبت به هنر نسبت به فیلم نسبت به نوشتن نسبت به خلق کردن برمیگرده به قبل و بعد،, بعد از این این نظر شخصی من ها ولی نمیدونم کسایی <تصحنت> که بیشترین صدمه رو دیدن توی جنگ جهانی دوم بعدش به بیشترین موفقیت رسیدن به خاطر اینکه مجبور شدن از نو این دو موضوع برمیگرده از نو دوباره بازسازی بکنن و این یک نو شدن همون صنعتشون هستش و نیازمند بودن به افرادی که این, این سازندگی رو به وجود بیاره و دو اینکه یک فرصت دوباره بودن شاید خیلی چیزها رو دیگه میتونن حالا به راحتی بریزن دور چون از بین رفته و ببینیم این کسایی که بیشتر این رو دیدن خود آلمان ببینیم حالا میبینی بزرگترین صنعت اروپا آلمان هستش میبینیم ژاپن می چه قدر پیشرفت کرده توی علم و تکنولوژی ژاپن و میبینیم به لهستان میبینیم چقدر توی زمینه تکنولوژی و حتی اقتصاد داره نیرومند میشه یکسایی بیدن بیشترین صدمه رو دیدن و اون کسایی که نه آنچنان دور بودن آنچنان فرقی نکردن ولی مثلا آمریکا جلو میافته اقتصادش و به اون مدینه فاضله تبدیل میشه بنا به اینکه زمانی که کل اروپا درگیر بودن در تایم کپسول خودشون باقی موندن آمریکا دو تا کار میکرده یکی اینکه از جنگ دور بوده و دو دلیلی داشته برای ساخت سلاح که اگر روزی بخواد مقاومت کنه که بعد از پرل هاربر اتفاق افتاد برسه پس نتیجه هم در در سول داشتن قوی ترین اقتصاد رو به دست آورده بودن و اون اقتصاد رو جهت ساخت نیروهای نظامی به کار بردن و در نتیجه میبینیم که نیروی نظامی اول دنیایی میشه و در نتیجه دقیقا این جنگ های جهانی دوم همه چی عوض میکنه و کاملا باید موافق هستم ارخوز ژاپن که دو تا به اتم هم بهشون خورده بود و فکر میکنم این توی فرهنگ و نوع قصه گوییشون اینا خیلی در میاد مثلا یه و گودزیلا رو داریم حتی اون دپرشن و اون سیاهی و اون نگاه پوچی که ممکنه به خیلی هم مسائل داشته باشن شاید واقعا از اون دو تا بمب میاد که نسل به نسل انتقال پیدا میکنه خواننده همین دیگه یه اصطلاح به کار بردی من فکر کنم ده سال بود نشینده بودم چی گفتم؟ مدینه فاضله مدینه فاضله منو برد به دوران هنرستان هنرستان انقلاب اسلامی توی اون منطقه دو تهران اوتوپیا و همین مدینه فاضله ببندیم قسمت رو آره آره خیلی ممنون و آقا قسمت بعدی قسمت ویژه ای هست چه سخت ده تا کارگردان رو مورد علاقه رو قراره بگیم حتما شما هم بگید تقلب کنید چند تا برداری اون تو آره اینا <تصیح> من حواستون باشه این این, این که میگیم 10 تا حالا مثلا یه سریاشون شاید دیگه زنده نباشن یه سریاشون مثلا مال سینمای کلاسیک باشن کلا 10 تا دهتا کارگردان مورد علاقه زندگیتون که بهتون قول میدم از همین الان تا دو سه دقیقه قبل از ضبط قسمت بعدی من قرار لیستم و کم و زیاد بکنم حالا این, این اینو من خودم رو ولی باید دید دمتون گرم مرسی به خاطر اینکه ما رو حمایت میکنید کامنت هم بر ما بذارید و اگه یه مسئله بود یه سوالی بود یه چه پیشنهادی بود که دلتون نمیخواست حالا مثلا تو کامنت ها باشه اگه خواستین منو و همین توی سوشال میدیا هستیم میتونید بر ما بذارید و ما هم سعی میکنیم جوابتون رو بدیم دمتون گرم قسمت بعد برمیگردیم خداحافظ